امارات متحده عربی اسرائیل را فاقد صلاحیت در مورد تصمیم گیری درباره آینده نوار غزه دانست. وزارت خارجه امارات این موضع را در واکنش به اظهارات نتانیاهو درباره تشکیل دولتی غیر نظامی در غزه با میانجیگری امارات و سایر کشورهای عربی عنوان کرده. همزمان دولت بایدن اعلام کرده استفاده اسرائیل از تسلیحات ارائه شده توسط ایالات متحده در غزه احتمالاً در مواردی نقض قوانین بشردوستانه بین المللی است، اما شرایط زمان جنگ مانع از آن شد که مقامات آمریکایی به طور قطعی در مورد حملات هوایی خاص تصمیم بگیرند. به نوشته آسوشیتد پرس، شواهدی مبنی بر اینکه اسرائیل در جریان جنگ غزه قوانین بین المللی را نقض کرده به کنگره ارائه شده. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید خواهان بازگشایی فوری گذرگاه رفح شده و گفته با نگرانی عملیات اسرائیل در رفح را زیر نظر دارد. در همین حال حماس در بیانیه اعلام کرده پس از آنکه اسرائیل طرح میانجی‌های بین‌المللی را برای آتش بس رد کرد، تلاش‌ها برای رسیدن به توافق برای توقف درگیری‌ها به نقطه اول بازگشت است. حماس تاکید کرده برای استراتژی خود در مذاکرات آتش بس با سایر گروه‌های فلسطینی مشورت خواهد کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده موجی از حملات هوایی علیه مواضع حزب الله در 6 منطقه مختلف در جنوب لبنان انجام داده و 5 ساختمان مورد استفاده این گروه و 1 پایگاه نظامی مورد استفاده برای پرتاب راکت به شمال اسرائیل در شهرک‌های جنوب لبنان را منهدم کرده. در پاسخ حزب الله با شلیک 35 راکت به شهر کریات شیمونا حمله کرد. به گفته تایمز اسرائیل 15 راکت منهدم شده، اما تعدادی از آنها به مناطق شهری اصابت کرده. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای عضویت فلسطین در این سازمان با رأی موافق 143 کشور به تصویب رسید. شماری از کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، پرتغال و جمهوری ایرلند به این قطعنامه رأی مثبت دادند و 9 کشور از جمله اسرائیل و آمریکا به این قطعنامه رأی مخالف دادند. نماینده امارات متحده عربی از پیشنهاد دهندگان قطعنامه در جلسه مجمع عمومی گفت این مصوبه برای آینده فلسطین افق سیاسی ترسیم خواهد کرد. اتحادیه اروپا و محمود عباس از تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل برای عضویت فلسطین در این سازمان استقبال کردند. همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما شده. اردوان، از این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل بیشتر به ما بگو. آیا این قطعنامه راه فلسطین رو به سمت کشور مستقل فراهم میکنه؟ باید در نظر داشت که آنچه که امروز به عنوان قطعنامه مطرح شده ارزش اجرایی نداره، یعنی در واقع میتونیم بگیم فقط فضایی رو ایجاد خواهد کرد که نشون بده جامعه جهانی نگرشش نسبت به مسئله تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی چه خواهد بود. اما باید این رو لحاظ کرد، پیش از این هم این مسئله بارها حتی در خود اسرائیل هم مطرح شده، به سری سیاستمداران اسرائیلی هم دیریست که موافق با تشکیل دو کشوری و در واقع دو دوری از این تنش شدیدی که در حال حاضر در اسرائیل وجود داره ابراز علاقه کردم و تمایلم داشتن. اما مسئله بزرگ در حال حاضر این استش که در وضعیت بحرانی جنگی موجود گره تقریبا میتونم بگم کوری است که فقط با طرح قطعنامه امروز و بحثی داله بر این که جامعه جهانی تمایل به این مسئله داره قابل حل نیستش. ما باید این رو در نظر داشته باشیم که مسئله جنگی که در حال حاضر در از 7 اکتبر تا کنون بعد از 218 روز در غزه داره اتفاق میفته ناشی از بسیاری از حمایت هاست و به معنای واقعی کلمه ما نمیتونیم بگیم حماس تنها گروهی هستش که در حال حاضر داره با اسرائیل در این مرزها میجنگه. همین الان که ما با هم داریم صحبت میکنیم میدونیم که حملاتی رو از شمال حزب الله، گروه نیابتی جمهوری اسلامی، داره انجام میده و در عمل در یک عملیات گسترده امروز در منطقه کریات شمونا همونجوری که اشاره کردید آتش سوزی و بسته شدن بسیاری از راه‌ها گزارش شده در منطقه. همچنین ما میدونیم که در بخش‌های مانند جولان، بخش‌های سوریه، اینها همیشه آمادگی این تنش وجود داشته. حالا مسئله این هستش که به نوعی میشه گفتش با توجه به تقریبا در عکس‌العمل چند روزه گذشته آقای بایدن با مسئله صادرات سلاح به اسرائیل و همچنین جلوگیری از اون و تر اما اگر خواه
همینجوری که میدونیم روز جمعه تحریک به سنا ارائه شده، گزارشی که داله بر این که نشون میده در جاهایی ممکنه موارد نقض قانونی شده باشه. همه از یک طرف بخش داخلیش رو باید لحاظ بکنیم که آقای بایدن به همراه بسیاری از سناتورهای دموکرات به فکر انتخاباتی هستش که پیش رو دارن و تلاشی هستش که نگرانی هایی رو به وجود آورده، اخیراً در بحث نفرت زایی و افزایش تنش ها در جامعه آمریکایی که به نظر میرسه این داره، این بیانات و این نکته از طرف بایدن بیشتر جنبه داخلی داره تا خارجی. اما از طرف دیگر خب اعضای کنگره، بعضی از اعضای کنگره از جمله سناتور جان کندی امروز با عتاب خطاب کرده به آقای بایدن که در واقع وقتی در جبهه مقابل جمهوری اسلامی ما جمهوری اسرائیل رو داریم، چرا باید اون رو تضعیف بکنیم؟ بسیاری معتقد هستند که چنین سیاستی باعث تضعیف اسرائیل در این جنگی خواهد شد که ممکنه تبعاتش به خود آمریکا هم برسه. از طرف دیگه مسئله خیلی مهم این هستش که اطلاعاتی که مجموعه شباک یا نیروی اطلاعات امنیتی اسرائیل داره میده، یحیی سنوار از منطقه رفح خارج شده و اون در بخش‌های دیگری مستقر شده در خان یونس هستش و این نشون میده که ارتش اسرائیل به هر حال هنوز راه زیادی داره برای اینکه به معنای واقعی بتونه مسئله حماس رو در غزه حل بکنه. پیش از این بنیامین نتانیاهو در ابتدای جنگ چند شرط رو برای اتمام جنگ مطرح کرده بود، از بین رفتن کامل حماس و اتفاقات دیگر از جمله مسئله در واقع کاهش تنش‌های موجود، قطع کامل رابطه با غزه و همین موارد، و می‌بینیم که در آزادی گروگان‌ها و می‌بینیم که هنوز ما مسئله گروگان‌ها رو بر روی میز داریم. و همونجور که می‌دونیم امروز در قاهره هم مذاکرات بی‌نتیجه بود، امروز حماس اعلام کرد که از نظر اونها بعد از مذاکرات و صحبت‌هایی که پیش آمده به نظر می‌رسه هنوز برگشتن به خانه اول. این نشون میده که حالا در وضعیت فعلی آقای بایدن باید تکلیف خودش رو در قبال آنچه که در قبال اسرائیل داره روشن کنه. سیاستی که آقای بایدن در قبال اسرائیل پیشه کرده به نوعی سیاست دوگانه هستش، چیزی که بسیار از اعضای کنگره به خصوص جمهوری‌خواهان بر این تاکید دارن و میگن این سیاست شفاف نیست. از طرفی مبلغ 16 بیلیون دلار و مصوبه حمایت وجود داره و از طرفی در عمل این اما اگرها وجود داره و بسیاری معتقد هستن در حال حاضر افزایش تنش‌ها در منطقه میتونه ناشی از سیاستی باشه که آقای بایدن پیش گرفته و از طرفی وضعیت بلا تکلیف موجود میتونه تعداد کشته شدگان رو در غزه افزایش بده و در هر حال نشون میده که هنوز به این راحتی ممکن نیستش که اسرائیل بتونه از دست حماس خلاص بشه تا به مرحله بعدی، یعنی موضوع دو کشوری بپردازه. سپاسگزارم از توضیحات اردوان. همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن.